ما بعضی از افراد زندانی رو آزاد کردیم چند میلیارد دلار از آمریکا گرفتیم بالاخره انگلیسی‌ها یا باید با پول دادن به ما خودشون نجات بدن یا با معامله متقابل راه غیر از این وجود نداره اینا ما رو میشناسن الان چند تا زندانی ما در ایران داریم مثل زاغری و اینا که اینها حتی وزیر خارجه انگلیس اومد اینجا التماس میکرد ولی ما بر اساس قواعد منطقی با اونا برخورد کردیم ما دنبال این نیستیم که به کسی ظلم بکنیم حتی به دشمنمون هم ما خواهان ظلم کردن نیستیم ولی قبول هم نداریم که قواعد و منطق و منافعمون زیر پا گذاشته بشه انگلیسی ها باید بپذیرن که تا منافع ما را رعایت نکنن ما در این مسئله کوتاه نمیاییم نه تنها امارات در ماه گذشته تقریبا همه کشورهای حوزه خلیج فارس به ما پیام دادن منتها بعضی ها خیلی با واسطه و با ترس و لرز اما بعضی هم خیلی شجاعانه حتی اومدن در ایران جلسه گذاشتن و خواهان نزدیکی بیشتر و برقراری ارتباطات قدیمی که با ما داشتن هستن ما اینو البته فرصت برای خودمون میدونیم با توجه به آسیبایی که بعضی از این کشورها به ما وارد کردن که ما بیایم بحث همسایگی رو از یک منطق جدیدی تعریف کنیم ما فکر میکنیم ما باید کشورهای همسایه به سمت یک در حقیقت سازکار امنیت دست جمعی پیش بریم و همه قدرت‌های خارجی رو از منطقه بکنیم بیرون ما میتونیم یه همکاری امنیتی جدیدی رو تعریف کنیم هیچ نیازی نیست آمریکا یا انگلیس یا کشورهای دیگه بیان در خلیج فارس یا تنگه هرمز باشن الان ما بحث معیشتی مردم خب به هر حال دچار مشکل تو مضیقه هستن تا کجا این ادامه داره یعنی آیا نتیجه این روی کرده مقاومت فعال میشه همین وضعیت معیشتی ما باید این وضعیت معیشتی رو مردم تحمل کنن یا این دو تا زاویه متفاوته و دو تا علل متفاوت داره ببینید مگر گذشته قبل از تحریم ها چیز خوبی بوده تمام این دولت هایی که بر سر کار اومدن بدون استثنا آقای هاشمی، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد، آقای روحانی یه ارزی رو تحویل گرفتن در چهار سال دومشون قیمت ارز 2.5 تا 3 برابر شده بعد اینو تحویل دولت بعدی دادن دولت بعدی همون ارز رو گرفته در چهار سال اول ثابت بوده در چهار سال دوم 2.5 تا 3 برابر شده این میشه اقتصاد این شرایط تحریمی بهترین شرایطی است که ما برگردیم اقتصاد رو درست کنیم اصلا چرا باید کسی امروز منتظر این باشه که یه زمانی تحریم ها برداشته بشه تا ما وضعمون خوب باشه ما الان امکانات بسیار فراوانی داره همین الان دولت تا 10 سال دیگه آنقدر درآمد و دارایی داره که اگر اینا رو بفروشه یا مولد بکنه بدون کوچکترین قطره نفتی میتونه کشور رو اداره کنه